امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. صدای منو دارید؟ ممنون که اعلام کردید. خیلی متوجه شدم که همه صدا من را دارن. به نام خدا، نجمه رسولی هم یکی از مدیران استراتژیک و موضوعی که میخواییم در موردش صحبت کنیم با شما در مورد تبلیغات اینترنت. قبل از اینکه صحبت هم شروع کنم، مثل تمام این کلاس های صحب چند جلسه گذشته، لطف کنید وایس از کلاس بفرستید. من میبینم مثلا کلاس 50 ولی تعداد نفراتی که وایس میفرستن کمه. حالا میدونم دلیلش چیه، ولی خوشحال میشم بیشتر صدای شما رو بشنوم. حتما اسم و فامیل خودتونم بگید، بعد وایستون رو بفرستید. این که میایین زحمت میکشید فقط سلام علیکم خسته نباشید و اسم و فامیلتون میگید، ملاک من اینه که میخوام ببینم از کلاس چه برداشتی داشتید. این رو حتما مد نظرتون قرار بدید. شماره هم که پین شده به همین شماره توی واتساپ پیام بذارید. دستتون در نکنید. خب بریم سراغ موضوع تبلیغات اینترنتی. از موقعی که اینترنت به وجود اومده ما دیدیم که محبوبیتش هی داره رفته و رفته بیشتر میشه و تمام قسمت‌های زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده. از تغییر توی نشریات چاپیمون بگیرید که شده مجازی، تا نحوه خریدمون که از حضوری شده به سفارش آنلاین. این که بگیم حتی نحوه زندگیمون رو این اینترنت تغییر داده، خب همچی بیراه هم نیست. یکی از زمینایی که قدرت این ابزار فراگیر رو ثابت میکنه حوزه تبلیغاته. با توجه به اون کاربران زیادی که اینترنت داره و امتیازات خاصی که تبلیغات اینترنت داره، خب ازش همچین انتظاری هم میشه داشته باشید که یه ابزاری باشه که فراگیره. اما باید توجه داشته باشیم مثل بقیه روش‌های تبلیغاتی ما لازمه که دانش و آگاهی نسبت به این موضوع داشته باشیم و برنامه‌ریزی وقتی می‌خوایم ازش استفاده کنیم از این حوزه تبلیغاتی، هم آگاهیشو داشته باشیم هم مناسب برنامه‌ریزی کرده باشیم. درسته که توی دنیای امروز هر چیزی رو میتونیم تو فضای اینترنت تبلیغ کنیم، ولی اگه اون دانش و اطلاعات لازم رو نداشته باشیم، خب از اون پتانسیل بالایی که این تبلیغات اینترنتی داره نمیتونیم استفاده کنیم. پس اینکه این تبلیغات اینترنتی چی هست، چه مزایایی داره، چه روش‌هایی داره، نکته‌ای هستش که باید بهش دقت کنیم. تبلیغات اینترنتی چیه؟ تبلیغات اینترنتی یه روش بازاریابی و تبلیغات هستش که ما میایم پیام‌های خودمون رو از طریق اینترنت به دست مخاطبمون میرسونیم. با استفاده از شیوا و استراتژی‌های هدفمند، انواع مختلف شکل‌های تبلیغاتی از گرافیک تا متنی رو تو قسمت‌های مختلف اینترنت قرار میدیم که اون در اختیار مخاطب مورد هدفمون قرار بگیره. در مورد بازار تبلیغات اینترنتی گفته میشه اواسط دهه 1990 شکلی اولیش بوده، ولی حدود سال 2000 این اوج استفاده و انگار مانور اصلی و عمومی استفاده از تبلیغات اینترنتی به خاطر شرایطی که وجود داشته. اولا به خاطر اینکه این تعداد کاربرها و استفاده و تایمی رو که تو اینترنت و این فضا مصرف میکنن چون دیدن افزایش پیدا کرده، و همچنین وجود فناوری های ارتباطی بی سیم و قابل هم مثل هم موبایل و اینجور چیزا، و رشد و رواج این تجارت الکترونیکی توی این تایم سال 2000، و همچنین شکلی و رشد اون پلتفرم های تبلیغاتی اینترنتی که هم امکان سنجش عملکرد رو داشت و همین توانیم آمار دقیقی از نتایج تبلیغات رو داشته باشیم، این شرایط باعث شد که تبلیغات اینترنتی از اون اوایل سال 2000 جایگاه خودش رو برای بحث بازاریابی و بحث مشتری مداری و جذب مشتری
جایگاه خودش رو پیدا کنه. موضوعی که حالا مطرح میشه، بیاییم ببینیم که چه مزایایی داره این تبلیغات اینترنتی. این که جایگاه اینترنت به عنوان یک شبکه و یک کانال تبلیغاتی توی مردم ثابت شده است و همینجور هم که می‌بینیم همش در حال رشده. یکی از دلایل تداوم رشد این بحث تبلیغات اینترنتی به خاطر اون اصولی هستش که حاکمه بر اون فناوری که مورد استفاده است تو اینترنت نسبت به اون تبلیغات سنتی که مثلا توی تلویزیون انجام میدیم یا رادیو یا نشریه ها. برخلاف اون روش های سنتی که منفعل هستن، تبلیغات اینترنتی نسبتا فعال حساب میشه و اون چه که در اینترنت اهمیت داره تعامل کاربر هستش بر اون فعالیت هایی که انجام میده و وابسته است به این موضوع. این ارتباط کاربر با اون فعالیتاش نکته هستش که تو تبلیغات اینترنتی خیلی اهمیت داره و این باعث میشه که امکان تبادل اطلاعات داشته باشه، این بازخوردش رو به صورت آنی متوجه بشه، خب و این باعث میشه که این بهبود پیدا بکنه و تغییر داشته باشه این رابطه‌ای که با مشتری می‌خوایم داشته باشه. در مورد مزایای اینترنت، کلا وقتی که می‌خوایم یه تبلیغات رو انجام بدیم، این که تو چه محیطی، کجا و این مثلا امکان دسترسی به مخاطب هدفمون رو بیشتر داشته باشیم، از اون نکاتی هستش که توی تبلیغاتمون باید بهش دقت داشته باشیم تا هم دیده بشیم و هم این که اون مشتری بالقوه‌مون بتونه با ما ارتباط برقرار کنه. این روزا هم که می‌بینیم اکثر مردم تو شبکه‌های اجتماعی و وبگردی تایم زیادی از خودشون رو می‌گذرونن و همین قابلیت اتصال اینترنت به موبایل باعث شده که حتی تو تایمایی که حتی حوصله ندارن یا تنها هستن سراغ موبایلشون برن و وقت زیادشون رو توی محیط‌های آنلاین بگذرونن. پس میشه بگیم که محیط‌های آنلاین یکی از محیط‌های بسیار مناسب برای بحث تبلیغات هستش. ولی این به تنهایی مزایای تبلیغات اینترنتی نیست. ما میتونیم به صورت تیتروار در مورد مزایای تبلیغات اینترنتی بگیم که نکته اول دسترسی بیشتر به کاربر است. اینترنت باعث شده که مشاغل حالا صرف نظر از اینکه کجا هستن و چه محصول و خدماتی دارن بیان اون امکاناتشون، اون محصولاتشون، اون خدمات خودشون رو به تمام مردم تو هر نقطه‌ای که هستن اون رو اعلام بکنن و کسب و کارشون رو توسعه بدن. یکی از مزایای برای شیوه تبلیغاتی اینترنتی میگن همین بدون حد و مرز بودنشه. این بدون حد و مرز بودن تو بستر اینترنت باعث میشه که ما خیلی راحت به تمام نقاط جهان دسترسی پیدا کنیم. متخصصای بازاریابی دیجیتال میگن دیگه دنیا تبدیل شده به یک دهکده جهانی. یعنی این ارتباطات انقدر گسترده و راحت انجام میشه که دنیا رو تشبیه به دهکده کردن. در مورد مزایای دیگه تبلیغات اینترنتی، این هدفمند بودن این تبلیغات هستش. توی تبلیغ اینترنتی شما میتونید هدف گذاری دقیق داشته باشید و مطابق با اون نیاز کاربرتون محصول خودتون رو معرفی کنید و عرضه کنید. از اون امکاناتی که این پلتفرم های دیجیتال داره میتونید استفاده کنید و این مشتریاتون رو دسته‌بندی کنید بر اساس علایقشون، اولویت‌هاشون، حتی سن و جنسیتشون بیان تقسیم بندی داشته باشید و محصول و خدماتی رو که دارید رو با توجه به نیازشون و با توجه به این دسته‌بندی که کردید در اختیارشون قرار بدید تا اونها نیازشون رو بتونن از طریق شما برطرف کنن. اما توی این تبلیغات سنتی و به قول معروف این تبلیغات آفلاین و محیطی می‌بینیم هزینه‌های کلانی انجام میشه به این امیدی که یه رهگذر بیاد این مثلا تبلیغ بیلبوردی رو ببینه، بخونه، آشنا بشه، بعد بیاد از اون محصول یا از اون خدمات استفاده کنه. این دسته‌بندی که از طریق تبلیغات آنلاین میتونیم انجام بدیم خب خیلی بهینه و باعث میشه که مردم به صرف این تبلیغات انجام بشه و ما اونچه که لازمه در اختیار اون گروه خاصی که مخاطب هدفمون هست
در اختیارش قرار بده. و مثلا میگم اگه مخاطبمون مادران هستش، ما خیلی راحت میتونیم آمار بگیریم که بیشتر مادران از کدوم پلتفرم استفاده میکنن، چه صفحاتی رو بیشتر دیده نگاه میکنن و چک میکنن. خب ما محصولمون و خدماتمون رو تو دیدشون قرار بدیم، یا مثلا ورزشکارا بیشتر چی رو چک میکنن، بچه‌ها چه گروه استفاده میکنن، چه پلتفرمی رو بیشتر استفاده میکنن. این هدفمند کردن تبلیغات باعث میشه که هم بهتری رو بدیم و از اون طرف بازده بیشتری رو داشته باشیم. سوم مزیتی که میتونیم برای تبلیغات اینترنتی مطرح کنیم منعطف بودنشه. یعنی چی؟ این فواید، یکی از فایده های تبلیغات اینترنتی این قدرت انعطاف پذیری بسیار زیادشه. یعنی ما میتونیم اون سرمایه گذاری رو که روی یک کمپین تبلیغاتی انجام میدیم رو با یک کلیک افزایش بدیم، یا یه زمانی ما یک کمپین تبلیغاتی داریم استفاده میکنیم، نیاز هستش که یه سری تغییرات، یه سری پارامترهاش رو جابجا کنیم. خب خیلی راحت میتونیم متوقفش بکنیم، تغییراتمون رو انجام بدیم و اون بودجه‌ای که داریم هزینه میکنیم توی یک مسیر درست‌تر تبلیغاتش رو انجام بدیم. ولی اگه این تبلیغات توی فضای آفلاین یا سنتی بخواد انجام بشه، مثلا آگهی بازرگانی تلویزیونی داریم، خب خیلی به این سرعت نمیتونید اون رو متوقف کنید، باز دوباره باید یک ضبط جدید بشه، یه شرایط جدید. خب هم هزینه و میگم این عکس بیلبوردی که انتخاب کردید تا بخواید اون رو تبدیل و اون رو نصب کنید، یه هم هزینه زیاد شما میبره و همین که زمان زیادی رو. ولی این انعطافاتی که فضای اینترنت داره راحت میتونید اگه بخواید تغییراتی رو توی اون نوع تبلیغاتتون بدید انجام میشه و خیلی راحت تر با هزینه‌های کمتر و میتونه هزینه رو ساماندهی کنید به جایی که به محضوع بذارید همجور علکی هدر بره. در مورد مزیت بعدیش اینه که اطلاعات مفیدی رو برای کاربر و اون مشتری شما میتونید از طریق تبلیغات اینترنتی، این استراتژی رو وجود داره که میتونید به اون مشتریتون اطلاعات کافی و کاملی در مورد اون محصول و خدماتتون بدید. حتی میتونید راه جایگزین رو بهش اطلاعات بدید، امکان مقایسه با محصولات مشابه رو براش ایجاد کنید، حتی نقد و بررسی داشته باشه این محصول شما، پاسخ بدید به سوالاتشون در مورد اون خدماتی که میتونید بهشون ارائه بدید. این امکانات رو یکی از دلایل اینکه توجه به تبلیغات اینترنتی میکنن همینه که میتونه خیلی راحت اون اطلاعات و امکان مقایسه رو برای مشتری، برای کاربر ایجاد کنه. و این اطلاعات و این تولید محتواهای مفیدی که میتونید برای محصولتون قرار بدید، خب یه مزیت رقابتی هم میتونه برای شما ایجاد کنه. در مورد مزیت بعدی تبلیغات اینترنتی، امکان گزارش‌گیری. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا میگم یه تبلیغاتی رو که بخواید توی فضای تلویزیون داشته باشید، خیلی سخت میتونی آمار بگیری که این مشتری که اومد سراغ شما از طریق دیدن تبلیغاتتون توی فضای مثلا پیام بازرگانی بوده. اما تبلیغاتی که تو فضای اینترنت انجام میدیم ابزارهایی داره که خیلی راحت میتونی متوجه بشین که از طریق کدوم کمپین تبلیغاتیتون توی سایت این مراجعه کرده، حتی سنش و جنسیتش هم میتونید جمع‌آوری کنید و این جمع‌آوری اطلاعات برای اون بهبود تبلیغات بعدیتون خیلی مورد استفاده قرار میگیره. توی تبلیغات اینترنتی این سطح دقیق تعامل مشتری رو شما میتونید مشخص کنید که چقدر باهش تعامل داشتی، چقدر تایم گرفته، توی سایت شما حضور داشته. ولی مثلا یه تبلیغات چاپی انجام داده باشید، خب از کجا میدونید که چقدر وقت گذاشته اون آگهی رو بخونه؟ ولی شما خیلی راحت میتونید مدت زمانی که اون کاربر تو سایت شما بوده و داشته مطالب شما رو میخونده رو خیلی راحت به دست بیارید و تو این حوزه بیشتر مانور بدید. این اطلاعاتی که میتونه در اختیار شما بذاره به شما خیلی کمک میکنه که بدونید مشتری با رقابتتون کجاست و چجوری باهاش تعامل داشته باشید. از مزیت‌های دیگه تبلیغات اینترنتی کاهش هزینه است.
شاید بشه بگی که هدف از تبلیغات توی فضای اینترنتی علاوه بر اینکه طیف وسیعی از مشتری ها و مخاطب ها رو میتونی داشته باشی، کاهش هزینه ها هم یکی از عاملهای اصلی انتخاب تبلیغات اینترنتی هست. ما با هدفگیری دقیق مخاطب و گزارش گیری میتونیم بازده این تبلیغاتمون رو ببریم بالا و هزینه های تبلیغاتمون رو کاهش بدیم. این اصلا صرف بودجه توی تبلیغات یه چیز عادیه، هم برای کسب و کارهایی که قدیمی و جا افتاده و با تجربه هم، هم برای این استارتاپ ها و کارهای جدید. ولی کارهای جدید وقتی میخوان بودجه بندی میکنن خیلی دقت میکنن که این روشی که انتخاب میکنه هم بهینه باشه و هم مؤثر. تحقیقات هم که نشون داده حتی تیپ جوان ما یه چیزی حدود 8 ساعت از شبانه روز خودشون رو توی آنلاین بودن و امکانات دنیای دیجیتال رو استفاده میکنن. خب پس میشه بگیم که یک جایگاه مؤثر و یک موقعیت خوبی برای دیده شدن با هزینه‌های بسیار کم میتونید تبلیغات پربیننده‌ای رو برای خودت ایجاد کنید و این بازگشت سرمایه خوبی رو برای شما ایجاد میکنه. یکی دیگه از مزایای تبلیغات اینترنتی قابلیت اشتراک گذاریه. یعنی چی؟ یعنی اینکه توی تمام کانال‌های بازاریابی دیجیتال این قابلیت به اشتراک گذاری رو دارن. خیلی راحت با یک کلیک میتونید محتوایی رو که دارید رو تو سراسر فضای مجازی پخشش کنید. اگه اون محتوایی که داری جذاب و قابل تعامل باشه، خب مخاطباتتون میتونن اون رو به دوستانتون معرفی کنن و این باعث میشه که افراد بیشتری شما رو ببینن، بشناسن و از اون محصول و خدمات شما استفاده کنن. این اشتراک گذاری تاثیر زیادی توی برند شما داره و باعث میشه که فروش شما رو به صورت خیلی زیادی افزایش بده. این در مورد مزایای تبلیغات اینترنتی بود. توی حوزه اگه سوالی دارید من میشنم. خیلی قطع میشه. واقعا برای همه هست؟ اجازه بدید من دوباره خارج شبارشم ببینیم اوضاع درست میشه. خب پس اونایی که صداشون مشکل داره یه رفرش بزنن دوباره وارد شن. مزایای تبلیغات اینترنت رو به صورت خلاصه خانم شیرازی میگن، چون الان فقط در مورد مزایای تبلیغاتی صحبت کردیم دیگه، گویا دیر اومدید توی کلاس. از نکاتی که برای تبلیغات مطرح میشه برای مزایاش، اولا دسترسی بیشتر به کاربراست، میتونیم تبلیغاتمون رو هدفمند انجام بدیم. منعطف بودن این حوزه تبلیغات اینترنتی، ارائه اطلاعات مفید به اون کار مشتری که از ما میخواد خرید کنه یا میخواد از خدماتمون استفاده کنه، امکان گزارش گیری هستش، کاهش هزینه ها و قابلیت اشتراک گذاری. اینا در مورد مزایای اینترنت. معایب تبلیغات اینترنتی رو آقای رضایی آخر به عنوان تیترش به شما میگن. اینو حتما یادتون باشه. به خاطر اینکه مزایاش بیشتره، به قول معروف کفه ترازوش بالاتره، ترجیح میدن مزایای تبلیغاتی رو. ولی من معایبش آخر به صورت تیتر خدمت شما اعلام کنم. میخوام یه دقیقه اجازه
عذرخواهم ببخشید. خب وی سی مخففه چیه؟ وی سی همون وای خودمونه، میخواد بگه بحث سنتی ما که تطبیقات تو تلویزیون و رادیو روزنامه با دنیای دیجیتال تفاوتی داره که من مزایا رو گفتم، شما وسطش گفتم مثلا تفاوتش با این بحث سنتی چی. اون همون وای خودمونه. خب بریم ادامه ماجرا یه تطبیقات اینترنتی. یه دفعه اجازه بدید. این مخفف ویسی ورسی تلفظش برای اون آقای یا خانومی که این ویسی یعنی چیه و پرسیده بود. خب در مورد مزایا گفتیم و حالا انواع تطبیقات اینترنتی که وجود داره من با شما صحبت میکنم. تنوع روش های تبلیغاتی زیاده بخاطر اون امکانات و قابلیت هایی که فضای اینترنت داره، ولی من اینجا میام حدود 8 مورد اون رو که بیشترین کاربرد رو داره و بیشترین استفاده رو میشه برای شما به صورت خلاصه توضیح میدم. اولین روش تبلیغاتی اینترنتی تبلیغات بنری یا نمایشیه که اینجا میایم استفاده میکنیم از وبسایت و وبلاگ‌های دیگه و با هدف اینی که جذب ترافیک داشته باشیم و افزایش آگاهی نسبت به برند و محصول و خدمات خودمون ادوات بنری و نمایشی استفاده میکنیم. رو سایت ها و وبلاگ های دیگه، حالا به صورت تصاویر ثابت یا متحرک یا به صورت صوت از این تبلیغات استفاده میشه. گفتم هدفش هم اینه که آگاهی بدیم، شناخت ایجاد کنیم برای برندمون و اون ترافیک تبلیغاتی و اون ترافیک بازدید سایت و اون لینک خودمون رو ببریم بالا با توجه به اون سوابق کاربری که میخواد انگار هدفمون هست. میام علایق و ویژگی های اون رو شناسایی میکنیم و تبلیغات مناسب با اون تو معرض دیدش قرار میدیم. مورد دیگه روش تبلیغاتی اینترنتی افلیت مارکتینگ یا بازاریابی مشارکتی. افلیت تلفظش افلیت مارکتینگ هست یا بازاریابی مشارکتی. این روش چیکار میکنه؟ میاد برای تبلیغ اینترنت از یک سایتی که استفاده میکنه، نکته ای که هستش میایم اون محصول و اون خدماتمون رو تبلیغ میکنیم و این باعث میشه که اولا ترافیک اون سایتمون رو ببریم بالا و فروشمون رو بیشتر میکنیم، یعنی به میزان این که فروش من بالاتر میره به اون سایت و اون شرکتی که تبلیغات سایت و محصول و خدمات منو انجام میده یه مبلغی رو پرداخت میکنه به عنوان کمیسیون. یه جوری شبیه همون اسپانسرهای قدیمی ماست، میایم یه فضا از یه سایتی استفاده میکنیم برای تبلیغات کارمون و زمانی مبلغ پرداخت میشه که اولا فروش انجام بشه و دوم یک روش دیگه اش اینه که اون فرمت پر کردن مشتری، یه فرم برای مشتری داریم که پر میکنه، ثبت سفارش میکنه، اگر این انجام بشه یا خرید انجام بشه اون موقع است که ما به اون سایتی که قرار تبلیغات ما رو انجام بده بهش مبلغ پرداخت میکنیم. معمولا اینجوری هستش که وقتی که یه فردی علاقه داره از یک سایت استفاده کنه برای بازاریابیش یه لینک اختصاصی بهش میده و اون لینک رو در اختیار کاربرا قرار میده که این هم اون فروش رو میتونه براش بارو ببره، هم اون پر کردن فرم درخواست اون کالا یا درخواست اون خدمات رو و در ازای همین اون یه مبلغی رو به اون سایتی که کار تبلیغات ما رو انجام داده پرداخت میشه. گفتم یه چیزی به سمون اسپانسرهای قدیمی ما. روش دیگه روش بازاریابی و تبلیغ تو شبکه‌های اجتماعی، همون
شبکه‌ای مثل فیسبوک که تبلیغ توی شبکه‌های پلتفرم مخصوص به خودش رو باید داشته باشیم به بتونیم بازاریابی رو تو اون شیوه انجام بدیم. یک مورد دیگه از این تبلیغ تو شبکه‌های اجتماعی استفاده از اون افرادی هستن که تو این شبکه‌ها قدرت نفوذ دارن که بهشون میگیم اینفلوئنسرها، که میان اونایی که توانایی و قدرت یا به قول معروف هم فالوورای بالا دارن از اونا استفاده میکنیم برای تبلیغ اون محصولمون و اون خدماتی که میتونیم ارائه بدیم به مشتری. یه روش دیگه استفاده از بازاریابی موتورهای جستجو هستش. بازاریابی موتورهای جستجو یکی از اون انواع مؤثر توی بازاریابی و تبلیغات هستن که ما از طریق تبلیغ برای اون وبسایت میتونیم برای بیشتر دیده شدن استفاده کنیم. معمولا به دو روش، یا پولی هستش که همون تبلیغات کلیکی است که شامل سم و SEO میشه. توی سم هستش که ما پرداخت میکنیم پولی رو و اون موتور جستجو و اون سایت های جستجو ما رو و اون محصول ما رو و اون برند ما رو تبلیغ میکنن. یا مثلا بهینه سازی یا SEO هستش که ما میتونیم محتوا و اون شرایط سایتمون رو بهینه کنیم برای بهتر دیده شدن و تبلیغات و اینکه مشتری‌ها امکان دیدن ما رو بیشتر براشون ایجاد کنن. از اون شیوه‌های بازاریابی محسوب میشه. نوع بعدی تبلیغات موبایلیه. توی این تبلیغات به محصول و خدمات رو توی دستگاه‌هایی که قابل هم هستن انجام میدیم، مثل موبایل و تبلت که معمولا تبلیغاتش به صورت پیام‌های متنی هستش یا تبلیغات درون اون برنامه‌های آپی که توی این دستگاه میشه نصب استفاده کرد و از اون موقعیت برای تبلیغات محصولمون یا خدماتمون استفاده می‌کنیم. مزیتی که این تبلیغات موبایلی داره اینه که در طول شبانه روز این وسایل از این افراد جدا نمی‌شن، پس خیلی مقرون به صرفه و یه تبلیغات فوری حساب میشن. این تبلیغات اپلیکیشن ها جدا همین تبلیغات موبایلی هستن، یعنی این اپلیکیشن رو نصب میکنن روی این دستگاه ها و به عنوان یه ابزار تبلیغاتی ازش استفاده میکنن. تبلیغات بعدی تبلیغات بومی یا همسان، نیتیو هم بهش میگن. تبلیغات همسان اغلب به شکل یک محتوای پیشنهادی توی انتهای مطالبی که تو سایت وجود داره آورده میشه و به صورت بخشی از اون محتواها به نظر میاد. این تبلیغات همسان و همگون با اون محتوای اصلی، یعنی یه سری محتوایی تو سایت وجود داره و این تبلیغات رو متناسب با اون محتوا انتهای مطلب ارائه میکنن. معمولا کاربر خیلی متوجه این عنوان تبلیغاتی نمیشه، حس مزاحم بودن براش نداره و این تبلیغات برای اونایی که میخونن خیلی ارزشمنده. یه جور انگار توضیح درباره یه محصول و یه خدمات و آخر یه جور تبلیغات و یه جور عامل تشویق برای خرید یا حضور توی یک سایت و انجام اون خدمات و خرید از طریق اون سایت هستش. مورد بعدی تبلیغات ریمارکتینگ. توی این تبلیغ میان افرادی رو که از سایت ما دیدن کردن قبلا، اونها رو چون گفتیم یه خاصیت اینترنت اینه که میتونیم گزارش کار کامل داشته باشیم، کی اومده، کی رفته، چه جنسیتی، چه زمانی، میتونیم یه آمار از اون افرادی که از سایت ما دیدن کردن داشته باشیم و این تبلیغات رو به صورت نمایشی یا بنری براشون ارسال کنیم. یعنی میایم یه کاربر رو توی موقعیت‌های مختلف مورد هدفمون قرار میدیم و تبدیلش میکنیم این شخصی که فقط یه بازدید داشته به یک فردی که به عنوان مشتری باشه و از ما خرید کرده باشه. مثل این میمونه که مثلا شما تو سایت ها چرخ میزنید، بعد که اونا مشخص میشه برای سیستم تبلیغاتی چون که چه فردی با چه سیستمی وارد اون حوزه شده، مثلا ایمیل داشته، شبکه مجازی بوده و از اینترنت چه موقعیتی استفاده کرده برای دیدنش. بعد مثلا میگم من دنبال همینجور کفشم، مثالش اینجوری، زمانی که آف دارم این تبلیغات رو از طریق این گزارش کارا میتونم برای افرادی که فقط یه نگاه کردم بفرستم که اونا رو متوجه کنم که مثلا
من الان آف دارم توی محصولم، یا من الان جنس جدید آوردم، این امکان تبلیغات رو برای خودتون ایجاد کنید. روش آخر، روش تبلیغات ویدئویی که یک محتوای ویدئو یه روشی هستش که فوق العاده سرگرم کننده است برای اونایی که مابر هستن تو فضای مجازی، و ما میتونیم از این ویدئو به عنوان یه استراتژی تبلیغاتی فوق العاده استفاده کنیم. یکی از شبکه‌هایی که تبلیغات ویدئویی مرکزش هست یوتیوب هست که به عنوان یک پایگاه ویدئویی در جهان شناخته میشه، و امکان این تبلیغات ویدئویی توی این پلتفرم وجود داره و میتونیم از این موقعیت استفاده کنیم و برای محصول خدماتمون تبلیغاتمون رو انجام بدیم. ولی اینو مد نظرتون داشته باشید که تبلیغات ویدئویی به صورت کلیک محوره. این در مورد تقریبا 8 مورد از انواع تبلیغاتی بود که توی فضای اینترنت ازش استفاده میشه. اونایی که بیشترین استفاده رو معمولاً دارن تو کل جهان، این مختص به کشور ما نیست، ولی از اون روش هایی که بیشتر توی ایران استفاده میشه، خب ما میدونیم که اینترنت در حال گسترش هستش، روش هاش هی بروز میشه، حتی سالهای آینده ما میدونیم چندین برابر بشه این روش هایی که از فضای اینترنت استفاده میشه، و این پیشرفت فناوری و اینترنت متدهای جدیدی رو برای تبلیغات کسب و کار برای ما ایجاد میکنه. اما حتی روش هایی که توی ایران بیشتر استفاده میشه به خصوص تو سالهای گذشته و که برای خودش دیگه اینترنت جایگاهی هم پیدا کرده، تبلیغات گوگل ادز هست، همون تبلیغاتی که توی وبسایت ها و از طریق SEO و SEM میتونید استفاده کنید، به این سادی انجام بدید، پرداخت پول به گوگل داشته باشید تا تبلیغات محصول و سایت شما و خدمات شما رو انجام بده. خب هزینه ای برای شما مسلما داره، خب ولی موقعیت و جایگاه زودی برای شما ایجاد میکنه. تبلیغات شبکه‌های اجتماعی هم از اون روش‌هایی هستش که مورد علاقه است، به خصوص در مورد تجارت‌های داخلی بیشتر استفاده میشه. حالا بعضی از کسب و کارهای صادراتی هم از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن. تبلیغات همسان هم که گفتم بر اساس محتواست و در انتهای محتوای سایت حالت تبلیغاتی داره و مشوق و ترغیب کننده اون کاربر هستش برای خرید، برای حضور تو سایت شما و برای استفاده از خدمات. این روش‌هایی هستش که بیشتر توی ایران مورد استفاده قرار می‌گیره. تا کنه میگن این چون دائم در حال تغییره، این امکان جابجایی و اومدن روش‌های جدید اینترنتی خیلی خیلی زیاد می‌ده. در مورد معایب تبلیغات اینترنت به صورت تیتوار میگم، حالا به صورت وارد جزئیات بیشترش میمونه برای کلاس‌های بعدی چون تا نداره. ولی در مورد معایبش مثلا یه عیبی که روش میذارن اینه که محدود مخاطبش. چرا؟ چون معمولا کاربران اینترنت گروه های خاصی هستن، میدونیم یه قشر خاصی، تمام قشر ما اونهایی که قدیمی ترن کمتر وارد این حوزه میشن، بیشتر قشر جوان ما هستن که وارد این فضای مجازی هست. شاید تا چند سال آینده دیگه این عمومی بشه برای ما، ولی الان اینجوری نیست که بگیم 100% مردم از اینترنت استفاده میکنن. الان یه چیزی حدود 80% مردم استفاده میکنن، همون که نمیتونیم 30% رو در اختیار داشته باشی جزء معایب اینترنت قرار دادن. نکته بعدی اینه که ازدحام تبلیغات اینترنتی، به خاطر اینکه فضای اینترنت به خاطر بعضی روش‌هاش باعث میشه این تعداد آگهی تبلیغاتی زیاد بشه. خب یه جورایی مثل این پیامدهای تبلیغاتی که برای ما میاد و ما بدونیم که بخونیم اون رو پاکش میکنیم، این رو یکی از نکات منفی محسوب میکنن. سوم نکته که به عنوان عیب روش تبلیغاتی اینترنتی مونه اینه که کنترل محتوای تبلیغاتی نمیتونی داشته باشی. ممکنه بعضی از تبلیغات ها خب از نظر اخلاقی درست نباشه و مضر باشه، این رو جزء مواردی میتونن که جزء معایب هستش. و بعضی ها هم این که مشاهده فیزیکی و به قول معروف ماهیت واقعی از کالا و خدمات رو نداریم رو جزء معایب
فضای تبلیغات اینترنتی مطرح میکنن. ولی با توجه به مزایایی که داره و به قول معروف کفه ترازوش بالاتر، این معایب رو خیلی مد نظره. حالا میتونیم از روش‌های استفاده کنیم که کمترین این معایبی که اعلام شد رو برای ما ایجاد کنه. این مطالبی بود که امروز در مورد تبلیغات اینترنتی براتون دارم. اگه تو این حوزه سوالی دارید من میشنم. ببینید جا به جایی ممکنه انجام بشه ولی کاراییشو از دست نمیده، چون الان میبینید یه سری تبلیغات توی گوگل انجام میشه، یعنی یه جایگاه اساسیه برای تبلیغات. ولی اگه اپلیکیشن جدید بیاد خب ما موقعیتی رو ایجاد میکنیم برای اون فضای محصولمون و خدماتمون که اونجا هم دیده بشیم، یعنی کسب و کار اینترنتی این موقعیت رو، این خاصیتش رو داره که امکان جا به جاییش سریعه. گفتم که هم زمان کمتری میخواد صرف کنه و هم هزینه های کمتری. من میخوام مثلا تو گوگل این مقدار هزینه کنم برای دیده شدنم، الان که جایگاهش عوض شده روش دیگه اون هزینه که الان تو فضای گوگل کنم شاید یک پنجم یک دهمش رو میام توی فضای دیگه انجام میدم. خب عذرخواهم، ببخشید. پس متوجه میشیم که خاصیت فضای اینترنت اینه که من هزینه که الان تو فضای گوگل برای معرفی، برای تبلیغاتم، برای جایگاه گرفتن الان فضا عوض میشه، خب من هزینه که اونجا انجام میدم رو جای دیگه استفاده میکنم. این خوبی اینجاست. تبلیغات توی اینستاگرام مثل استفاده از همون فضاهاست دیگه. گفتم از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنیم، اینفلوئنس ها اگر تلفظش رو درست گفته باشم، همون فضاهایی، یعنی افرادی هستن که توی این شبکه ها قدرت خوبی برای نفوذ دارن، قدرت خوبی برای تبلیغات دارن و ما میتونیم محصولات و خدماتمون رو از طریق اونها معرفی بکنیم و جایگاه بگیریم برای خود. ممنون خانم لیوانی. آره تو سایت های دیگه ریپورتاج داشتن هم یکی از همون روش های تبلیغاتی هستش که میگم میشه مشارکتی دیگه، یه جورایی من دارم از فضای اینترنت اونها، از فضای سایت اونها برای معرفی خودم استفاده میکنم، مشارکتی هست. کلاس های من همیشه سه روز آخر هفته است و همیشه 11 تا 12 است. لطف کنید تو تایمتون رو یادتون بمونه که از کلاس جا نمونید، اون مطلبی که سعی میکنیم ارائه بدیم رو بتونید ازش استفاده کنید، چون توی استفاده کلاس بودن خب خیلی براتون راحت تره درک مطلب، تا اینکه بعدها بخواییم به تنهایی اینها رو مطالبش رو جمع کنید رو استفاده کنید. اینم برای اسلایدی که
مد نظر آقای تابش. خدمت شما. ببینید ما نمیتونیم بگیم که کدوم شبکه مناسبه، بعد ببینیم که محصولمون چیه، قرار کدوم فضا. ببینید یه زمانی باید ببینیم اون شبکه اجتماعی توی کشوری که قرار من بحث صادراتی انجام بدم اصلا مورد استفاده قرار میشه. این آنالیز رو باید انجام بدم، مثلا توی ایران مثلا تلگرام استفاده میشه یا مثلا واتساپ استفاده میشه. میخوام ببینم مثلا من میخوام این صادرات رو تو کشورهای آفریقایی انجام بدم، چه شبکه اجتماعی اونجا بیشتر مورد استفاده مردمانشه. این رو باید ازش آمار بگیرید، آنالیزش رو داشته باشید و از اون شبکه‌های استفاده کنید که اونجا استفاده میشه، اونجا بیشتر این کاربرد رو داره، مردمش بیشتر ازش استفاده میکنن. خب ببینید مناسب محصول شما هست از اون استفاده. در مورد معایبش گفتم که مثلا میگن محدودیت خاص مخاطب داره. چرا؟ چون پدرها و مادرای ما کمتر تو فضای اینترنتن، یعنی افرادی که بالای 60-70 سال هستن مخاطبن، ولی خب کمتر از فضای اینترنت استفاده میکنن تو افرادی که از 30 به پایینن. یعنی میشه بگیم 100% رنج سنی 30 سال ما از فضای اینترنت استفاده میکنن، ولی نمیتونیم با قطعیت بگیم 100% افرادش بالای 60 سال ما همین است. این باعث میشه که محدود بشه مخاطب. یه صحبت از این میکنن که تبلیغات زیاده، چون فضایی هستش که میتونید هم محصول رو تبلیغ کنید، این یه تبلیغات که زیاد بشه باعث میشه که مخاطب اون کاربر دقت کافی نداشته باشه. برای همون میگن که از روش های استفاده بکنید که هدفمند. گفتم میتونید توی تبلیغاتتون این مخاطب که هدفتون هست رو محدود بکنید که باعث بشه که این تبلیغاتی که به صورت عموم پخش میشه شاملش نباشه، مثلا خانم ها، آقایون، جوان ها، نمیدونم میان سال ها، بچه ها. اینجوری تقسیم بندی کنید این ازدحام ها پیش نمیاد، نکاتی که جزء معایبش اعلام میکنن. یا مثلا میدونیم که بعضی از این تبلیغاتی که توی فضای اینترنت میاد از نظر اخلاقی خیلی مناسب نیست، حداقل اینه که برای مثلا مناسب بچه ها نیست، یا مثلا خوب نیست هر صحبتی رو برای همه انجام بدید. مثلا یک زمانی مخاطب فقط زوجها هستن، یا مثلا سنهای میان سالی هستن. این چون محدود میکنه نمیتونید خوب کنترل کنید، این رو از معایبش میدونن. یا این که بعضی ها میگن که خب مثلا ما ترجیح میدیم جنس رو از نزدیک ببینیم، لمسش کنیم، و این رو جز معایب استفاده از تبلیغات تو فضای اینترنت میدونن. آره دقیقا، لازمه که اینها اطلاعاتمون رو بدونیم و برای اون محصول و اون خدمات اون شاید دو تا سه تا یا تمام روش ها رو بتونیم در اون باید استفاده کنیم. به این گستره کارمون باید توجه داشته باشیم. باید ببینید که اون محصولی که انتخاب کردید مخاطبش کجاست، که مثلا این اینستاگرام جوابگو نیست. خب شاید مخاطب محصول شما تو فضای اینستاگرام وجود نداشته باشه، باید مناسب با محصول خدماتتون تبلیغات انجام بدید. هر جایی مناسب نیست، باید بسنجید و آنالیزش رو داشته باشید و تو محیطی که مناسب کسب و کارتون هست اون فعالیتتون رو انجام بدید. خب امیدوارم توضیحات امروزمون مورد استفادهتون قرار بگیره و توی کسب و کاراتون به این نکات توجه داشته باشید که شما هم بتونید موفق باشید. خسته نباشید میگم، وایس یادتون نشه لطفا، و تا کلاس بعدی خدا نگهدار.